حکومت داری. شما میگید که این وقتی که میگیم حکومت یعنی اینا همش یکی بود و یه منظور. به حرف من اینه توی معاصر ما، تو معاصر فرهنگی ما، تو معاصر تاریخی ما، ما یک سنویت حکومت دینی و حکومت عرفی نداریم، یک سنویتی به نام شرع و عرف نداریم. کسانی که این سنویت رو تحت تاثیر زمانه اسیرش شدن و این سنویت رو مطرح کردن چه کار میکنن؟ وقتی امر دینی در برابر امر عرفی قرار میگیره، ما رو از ظرفیت تمدنی امر عرفی توهی کردن و دچار بحران شدیم. امروز جمهوری اسلامی و به تبع جمهوری اسلامی جامعه ما دچار بحرانه. ببینید خانم، یه موقع شما یه علمی داری به نام مدیریت، ها؟ یه علمی داری به نام مدیریت، بحث بر سنه که شما یه بحران دارید، بحران زلزله، بحران ترافیک. حالا اینو باید حلش کنیم یا نه؟ میریم ببینیم عرف چه کار کرده، جهانیان چه کار کردن، یه ظرفیته. اما وقتی اومدی، گوش بدید، وقتی اومدی شما گفتی آقا مدیریت اسلامی، گن زدی به تمام تجربه بشری. حالا خودت میخوای با چهار تا حدیث و روایت به بحران آب جواب بدی، به بحران لایه اوزون جواب بدی، به بحران محیط زیست جواب بدی. خب نمیتونی. تو این ملت رو و این فرهنگ رو با این سنوی سازی از عرف تویی کردی. مسائل حقوقی، حقوق جهان داره شکار میکنه، بریم استفاده بکنیم. نمیگم حتما بپذیریم. مگه ابن سینا گفت فلسفه؟ گفت فلسفه اسلامی؟ نه، گفت حکمت. به جهان گشوده بود، از آنچه که جهان عرضه کرد بهره برد، یک تمدن بسیار غنی هم ساخت. اما تو با این فرمالیسمت، با این سنویت عرفی اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت غیر اسلامی، مدیریت اسلامی، مدیریت اسلامی، تو عرف رو از شرع جدا کردی. لذا ظرفیت تمدنی و فرهنگی عرف رو از این ملت گرفتی و این ملت رو به خاک سیاه نشوندی و این ملت رو کوچکش کردی و امروز جهان، ایران رو، مسلمانان رو، شیعیان رو در واقع از فرهنگ جهانی عرفی جدا کردی. حرف من اینه.